صبح اولین خبر که معده 15 دقیقه پیش بود و از انگلیس بی بی سی ورلد نیوز و نوشته اینجا از طرف یونایتد کینگدم انفلیشن کاست اف لیوینگ رایزز ات دی فاستست پیس فور 30 ایرز. واو. سو ببین تو این دنیا الان ما استور اف والیو نداریم، حالا بیت کوین از کانتروورشل، اما هیچ استور اف والیوی وجود نداره. اوکی حالا به جز بیت کوین اگه به بلند مدت نگاش کنی، اما این رپورت که امروز مدی بیرون از طرف انگلیس نشون داده که the average UK inflation rose برای 2021 نزدیک 5.5%، اما این دروغه، نزدیک 34% روش کرده. اگه خودتون دقیقا این آرتیکل رو بخونی که هم پست کردم تو کریپتو نیوز، دیدین که برق، آب و گاز در انگلیس 50% رشد کرده به قیمتش. سو زندگی گرونتر شده، نه همش برای غذا خوردنه، حتی همینجوری که گرم باشید، همیشه یه آب داشته باشید تو خونت، یه دوش گرم بگیری، همه اینا رشد کرده. حالا چه چیزایی 5.5% رشد کردن؟ شیر، همه شیر 5.5% رشد کرده. تقریبا شیر چقدر بود؟ 1.70 بود، الان نزدیک های 2 پوند داره میشه. اوکی دیگه حالا یه شیری دیگه پیدا کنین که بالای 2 پوند باشه، دیگه نمیدونم خیلی داری میدی دیگه نمیدونم چقدر میشه. حالا به تومنیش هم نمیدونم چقدر میشه به تومن، نمیدونم. اگه دوستان کمک کن، 2 پوند نزدیک های 4 دلار هست برای شیر 1.5 لیتری، دیگه نمیدونم میشه 200 تومن، نمیدونم دیگه something like that. حالا خبر دوم، 1 ساعت پیش، 43% of Bitcoin trading volume during US market hours Arcane Research. این حرفای خودمه که جالبه، چون برای اولین بار بعد از این 5 ساله کسی یه آرتیکل نوشته. اگه یادتون باشه من فکرم بالای 200 ویدیو هم میگفتم که اگر هنوز 2 نشده یا 2.5 نشده، مارکت امریکا هنوز روشن نیست. برای چی؟ چون بزرگترین ولیوم از امریکا میاد. اوکی 49% امریکایی‌ها کریپتو دارن. اوکی و حتی هم این ریسرچ پیپر که نشون داده که 43% بیت کوین تریدینگ همش از یو اس ای. سو من همیشه میگم سب بکنین که یو اس ای بیدار بشه، برای اینکه مردمش پول دارن. اوکی پول دارن و میتونن مارکت رو بالا پایین خوبی انجام بدن. حالا مارکت هنوز خاموشه، کسی الان بیدار نیست، حداقل 36 دقیقه دیگه مردم دیگه بیدار میشن and دیگه شروع میکنیم برای volume trading crypto که یه کم volume میبینیم بیا توش. خبر از 10 ساعت پیش، چند تا از این سیتیزن های جورجان به خدا، آره به خدا اوف نوشتن که اگر این از خودشون خراب بکنن خودشون میرن جهنم. گفتن که ما تو عمرمون دیگه ما بیت کوین ماینینگ یا کریپتو ماینینگ نمی کنیم چون اسمش بلسممیه، میری جهنم اگه ماین بکنی، میری جهنم. و دیگه فکر کنم چند نفر این کارو کردن، فکر کنم 100 نفر توی تاون جورجا گفتن اگر ماین کریپتو بکنی میری جهنم دیگه. there you go guys، مردم دارن اوف میکنن که اگه این کار رو کنن روحشون رو فروختن به دیویل، و واقعا یه خبره، it's crazy man. اما خبر آخر و مهمترینش 2 ساعت پیشه که امروز اعلام شده که ایران to reportedly pilot central bank digital currency soon. So جالبه، چون میخواد ایران CBDC شو در بیاره، CBDC همون استیبل کوین ایران، تومنه، و میخواد بیارش تو مارکت. It's crazy man. حالا نمیدونم کیا میخوان تایید کنن تومنو یا همون ریالو، اما میخوان دولت ایران، مردم ایران دیگه تومن کاغذی نداشته باشن، تومن موبایلی داشته باشن دیگه. در ازت حالا صحبتاش امروز شده، حالا کی این میاد بیرون؟ یه تقریبا 2025 مثل کشورهای دیگه. اوکی از سال دیگه هم یوروپ هم
کل یوروپ، هر کس تو یوروپین یونین هست، از سال دیگه CBDC پایلتشون آنلاین میشه و دیگه لازم نیست که یوروی کاغذی داشته باشی، دیگه یورو تو موبایلت میتونه داشته باشی به CBDC یورو. از سال دیگه اونم شروع شده، پس تقریبا ایران هم پس تقریبا 2025 تموم شه و به مردمش تومن ریال الکترونیکی بهشون بده. That's it for the خبر. So میریم برای 24 ساعت امروز که بعد ببینیم کیا تو سودن و کیا تو ضررن. که میبینین که همین الان فیتا فیول 17% روش کرده، فیتا نتورک 13% روش کرده، استکس 11%، LRC 9%، ترا 7 فلو 7 بیتورنت 7، فانتوم 5.5، FTX 5%، کلیتن 4، حالا به ارزهای دیگه 3-4%. برای ضررهای مارکت امروز که همین الان که داریم نگاه میکنیم، 8% ضرر از کوانت، 7% از یونی سواب، کادنا 5%، لیو توکن 5، هارمونی 5، ICP 4، آوی 4، چین لینک 4، الران 4، کاردانو 3، سیکرت هم 3، حالا به ارزهای دیگه زیر 3 یه خیلی هستن. حالا میخوام بریم برای آنچین دیتا و جالبه بعد از 14 روز برای اولین بار داریم میبینیم خریدار برای بیت کوین. بعد از 14 روز، هولی شیت، هنوزم کافی نیست. حالا به الان مارکت میبینیم که نزدیک 800 تا بیت کوین خریده شده و خروج زدن از صرافی نزدیک 34 میلیون دلار. حالا از امریکاییان بیدار بشن، اونا هم یه خرید و فروش بکنیم تا ساعت 11:30. خودتون میتونید برین تو این وبسایت چک کنین که ببین یا فروختن یا خریدن. حالا از اون طرفش میبینیم که نزدیک 30,000 تا ایتریوم خریده شده، 90 میلیون. همیشه هم دارم بهتون میگم اگه یادتون دقت کردین تو این 14 روز، من همیشه میگفتم دو برابر خریدار هست برای ایتریوم، که هر وقت کسی بیت کوین میخره حداقل دو برابرش ایتریوم. اما برای اولین بار نزدیک 3 برابر خریدار هست برای ایتریوم. سو 90 میلیون برای ایتریوم، 33 میلیون دلار برای بیت کوین. حالا به ارزهای دیگه میبینیم که 44 میلیون دلار از USDT خارج شده، 5 میلیون دلار از USDC کوین بیس ورود زدن، نزدیک 2 میلیون دلار هم از بایننس اومده تو. حالا زیاد پولی نیومده تو کریپتو، هیچی نیست. ماتیک هم که 50,000 دلار فروختن از این چیز خنده داره، چین لینک 400,000 دلار فروختن. حالا چیزایی که خریدن FTTه، FTT خریدن تمام، با CRV 1 میلیون دلار، FTT 4 میلیون دلار. دیگه چیزای دیگه که خریدن، وای فای هم خریدن نزدیک 13 میلیون دلار. دیگه ارزای دیگه کم خریدن، نکسو هم دیگه 2.5 میلیون دلار خریدن. دیگه چیزای دیگه امروز نخریدن. حالا ساعت 1:22 بذار آمریکاییان بیدار بشن ببین اینا عوض میشن. حالا جالبه چون این ارزی که ما همیشه داریم داد میزنیم FTT، این FTT هر روز اگه دقت کنین همیشه داره یه خبر بزرگ از دهنش میاد، مثل اون 2 بیلیون دلار فانده. اینم از حرفای دیشبش که دوباره یه پارتنرشیپ کرد، دوباره قول میدم هفته دیگه هم یه پارتنرشیپ دیگه داره. جالبه چون FTT حتی با 1,000 تا خبر خوب مثبت پارتنرشیپی بیشتر از 5 دلار پامپ نشده. سو obviously حالا میدونیم مارکت اوضاعش خیلی خوب نیست، پول جدید ورود نشده، سو وایسلیم برای این کاتالیسته. حالا ما میریم برای چارتای امروز و میخوایم بیت کوین بهتون نشون بدم در تایم فریم هفتگی. و بعد دیدم الان بکشیم به هفتگی، چون بعد به هفتگی نگاه کنیم، چون روز به روز نگاه کنیم الان بهتون نشون میدم. ببین الان یه مشکلی الان ما داریم، روز به روز ما تو این رنج گیر کردیم. اوکی، از 5 جنوری تا الان گیر کردیم تو این رنج،
همش داره میگیم بابا این میاد پایین میره بالا، میاد پایین دوباره میره بالا دوباره میاد پایین. ما بعد این رنج رو، این چنل استریت رو بعد بشکنیم، حالا برای هر دایرکشنی که داره میره. حالا آنچین دیتا نشون میده بعد خبر ها میگن خوبه اما خریدار هم نیست و ما دنبال یه کپیتولیشن ایونت هستیم. اوکی؟ و اینجور ایونت ایجاد میشه به خبرهای مثل این. اوکی؟ که همین چند روز پیش از امریکا اومد، امروز هم از انگلیس اومد، هفته دیگه هم بعد یه کشور دیگه بیاد که حالا مردم فکر نکنن سواد دارن این یعنی چی، اما امیدوارم کم کم بفهمن که بی پول دارن میشن روز به روز. اینو حداقل یه چیزی در یوتیوب پیدا کنن ببینن این چی هست. اوکی؟ و بعد چجوری خودشونو دفاع کنن. اوکی؟ حالا به الان مارکت میبینیم که باز دوباره رسید به این قیمت 41300 400 هر چی که میخوای بگی، یه لیکویدیتی پیدا کرد. اوکی؟ اما این لیکویدیتی هر وقت اینجا پیدا میکنه قدرت نداره که خودشو ادامه بده به رشد بالاتر. الان مشکلی که داریم این چندین بار زد میره بالا و از اون دوباره یه فروشندار تو این قیمت داره میزنه که بکشش پایین دوباره. این جایی که الان داره رنج میزنه it's very boring. حالا یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، بولنجر بند هم میتونیم بیایم بیرون بکشمش به هفتگی. اوکی؟ و این بولنجر بند هم سکویز بعد بکنن. اوکی؟ ببین این بولنجر بند ها بعد الان سکویز بکنن، حالا بعد بکشمش عقب بهتون نشون بدم. و هر چقدر ما بیشتر تو این رنج بمونی این چی میشه، این بی بی بند ها خودشونو تایت سکویز میکنن. حالا یه مثال میزنن، موقع 2020 بودیم، این روزش هم یادمه چون هیچ وقت فراموش نمیکنم، همین 2020 اینجا بود، ما از تقریبا از 4 می تا 23 جولای، تو تقریبا 4 ماه میدونید چقدر من خسته بودم. هنوزم یادمه، تو یوتیوب هم هست، انقدر بورینگ بود. تقریبا همون قیمت 8000 تا 9000 تا 8000 تا 9000 تا 8000 تا 9000 تا یه بارم 10000 تا نتونست بشکونه، اما موقعی که شکون دیگه it went crazy, it went ballistic. و به این رنج داره همین، با حالا خیلی زوده که بگم داره همین اتفاق داره میفته چون میتونه یه دفعه خودش بکشه بالا، اما دارم میگم حاضر باشیم برای اینجور ایونت. حالا آنچین داره نشون میده که خریدار نیست، پول جدید نیست. پس این آدم ها که دارن ریز ریز بیتکوناشو میخرن که داریم میبینیم، مثل امروز یه کسی 100 تا بیتکوین خرید امروز. حالا الان 100 تا خیلی جالب شده چون تو بول مارکت بعد 10000 تا میزدی، الان حتی هر خرید 100 تا بیتکوین باشه یه نوتیفیکیشن میگیره که میگه یا این آدم 100 تا بیتکوین خریده، چون الان مهم شده، حتی برای 5 تا BNB خریدن مهم شده الان، چون حالا بیر مارکت نیست، چون آدمایی که تعداد که کریپتو زیادتر شدن. اما بعد حاضر باشین که اینجور کپلیشن ایونت ها بعد همجوری بعد ادامه بدن بیاد پایین اینجا، و این آدمایی که اوردر بوک گذاشتن یا تو 40000 تا یا پایین تر، اینو اوردر بوک ها که پر میکنیم که این فروشندار دیگه بیتکوناشون تموم بشه که ما ادامه بدیم این رالیو به آپساید، که ذره فومو ایجاد بدیم که مردم بیان تو دوباره توی بول مارکت و از اون در آیندهش هم ضرر میشن، چون همیشه دنبال سبز نه دنبال قرمز. حالا به الان بیت کوین که چارتش میبینیم، حالا غیر از این که تو این پترن هست، بعد خودمون ببینیم که از اونجا بعد چیکار کنه. و به الان بیت کوین به روزانه دارم نگاه میکنم، حالا این سپورت اند ریزیستنس واقعا نیست، اما اینو بعد در نظر بگیم که اگر همین جام ببنده دوباره برمیگرده به این قیمت 41300، حالا میخوای بگی 300 یا 200، بعد خودشو سعی کنه که بکشه بالای این قیمت، یا دوباره فردا هم یه دوباره میریزه میکشه خودشو بالا، حالا یه سپورت اینجا پیدا میکنه همش. اوکی؟ پس بعد خودشو تقریبا بعد بکشه خودشو بالا از اینجا اگه میخواد یه بار دیگه تو این 44000 تا رو تست بکنه. حالا اگه شکون دیگه میره بالا، اگه نشکون دوباره یه بار دیگه اون 40000 تا رو میبنده و این ادامه داره برای این. حالا اگه 1 ماه شد، 2 ماه شد، 3 ماه شد، 4 ماه شد، مثل 2020 4 ماه بعد صبر بکنی که حالا یه اکسپلوسیو موو به آپساید بخوره، چون بعد این آدما بعد خریدارشون رو تموم کنن. اوکی؟
مثل همین آدم ها که دارن میخرن دارن اکیومولیت میکنن برای قیمت های بالاتر که اینا ویلای مثلا مثال بزنیم 20-24 باشن. اوکی تو بعد این اتفاق بیفته، حالا به کوتاه مدت که میخوام بکشم به 4 ساعت 4 ساعته به الان علاش میبینیم که حالا بهترین W نیست اما is technically a W که همینجا زده، خوشگل ترینش هم گذاره میگم نیست و نشونه که تو این 2 ساعت نیم یه 4 ساعت اینجا ببنده میتونه خودش رو الان بکشه به 43200 که حالا حتی اینجا هم داره نشون میده که مثبت داره میره بالا، ریزیستنس لاین اینجاشو شکونده، مانی فلو یه ذره پول مده تو که دیدیم که از کوین بیس مده، حالا جالب نیست و سکویز ماب و ستوکاستیک دارن هیدینگ اپوردز هستن اما باز دوباره میگم ما هنوز تو این رنج هستیم. حالا میتونه حتی هم اینجا اگه میتونه همیشه there's always a possibility که خودش رو اینجا هم شکون تو این کوتاه مدت یه W اینجا هم بسازه و دیگه خودش رو کل هم بزنه بالا و میتونه این کار بکنه اما it's very unlikely که تارگتش هم دقیقا 47000 تا هست که همینجا هم ریزیستنس پیدا میکنه. اوکی و میتونه این کار بکنه اما بهترین کار و بهترین فرصت اینه که چون آدم ها کم شدن بهتره که همجوری اینجوری رنج بزنه که این آدم هایی که دارن تو این قیمت رو اینجا میگیرنش بیشتر بگیرن چون به امید اینا دارن که به قیمت های بالاتر حتی اقل 3 برابر 4 برابر 5 برابر میخوان بفروشن بیتکوینشون. اوکی سو بعد در نظر اینو بگیرین که اینا بعد اکیومولیت بکنن و بعد سپلای اون اکسچنج بعد بیاد پایین تر. حالا از امروز داره یه مقداری دارن میخرن، کافی نیست اما چون اون پولی که خروج شده کافی نشده اما داره کم کم این اتفاقا میشه. So we'll see what happens for Bitcoin. حالا میریم برای ارز اتریوم که میبینیم چون 3 برابر خریدار هستش ببینیم زیاد تأثیر گذاشته به قیمتش که میبینیم که هیچی نه چون completely اتریوم داره دنبال بیتکوین میکنه و نباید این کار بکنه چون خریداراش بالاتره و آدمایی که توش هستن بیشترن و تکنولوژیش is more adopted. حالا به دید هفتگی اتریوم که داریم نگاه میکنیم again خیلی از این چیزا که داریم به هفتگی نگاه میکنیم اوضاعشون خوب نیست. حالا هفتگی 4 روز دیگه تموم میشه که بعد میتونی خودش رو بکشه بالا اما بدونین که هفتگی اتریوم همینجا ببنده well sorry to say this but این میخواد تقریبا بریزه به 2850 تا. اوکی سو اگه خودش اینجا نکشه تو این 4 روز بالا به دید هفتگی بعد نگاه کنیم که یه 7% 8% بعد دیگه بریزه و میره برای زیر $3000. اوکی اما جالبه چون اصلا هیچ اتریومی تو مارکت دیگه نیست، داره سپلای اون اکسچنجز داره همجوری داره میاد مقدارش میاد پایین تر و پایین تر. اوکی اگه یادتون باشه اول جانوری 12% بود الان 0.4% کمتر شده. سو بعد اینم در نظر بگیریم که سپلای اون اکسچنجز داره میاد پایین تر. اوکی حالا برای ارز دیگه میریم برای بی ام بی که ما داشتیم با دوستامون داشتیم صحبت میکردیم فکرم یه هفته پیش بود و میخواستیم همینجوری داشتیم بازی میکردیم که میگفتیم بابا کی این ایتریوم ببخش این بی ان بی برن میشه چون آقای سیزی نگفت روزشو، همینجوری ما داشتیم الکی داشتیم میگفتیم کدوم روزه. حالا روز من اگه اشتباه نکنم 18 بود، 18 بود دیگه، دیشب بود دیگه، آره دیشب بود برنینگش، آره درست گفتم. حالا داشتیم میگفتیم 17 کی میشه چون میدونستیم حداقل این هفته برن میشه که دیدیم با خبر برن بی ان بی که تقریبا دیشب چند روز پیش بود کی بود این ببینم 18 آره دیشب پامپ کرد یک نزدیک 1 بیلیون دلار بی ان بی برن شد، 1 بیلیون دلارز برن کردن، سقوط کردن، خدافزی کردن اما میبینین که به اندازه قیمتیش حتی هم که دیفلیشنری هست هیچ تأثیری نذاشت به قیمتش and that's something to be worried چون اگر کسی داره 1 بیلیون دلار داره برن میکنه و چرا قیمتت پامپ نشده، 1 بیلیون دلار الان به بول مارکت میگفتی
نزدیکای 1000 دلار میشد. حالا به الان مارکت اصلا هیچ قدرتی پیدا نکرد با این اتفاق فاندمنتالی داره میشه. حالا چیز خوبی این بی ان بی برن اگه دقت کنین نوشته این بی ان بی برن ها رو ادامه دارن تا سوپلای بی ان بی 100 میلیون بشه. میدونی اگر این اتفاق بشه سوپلاش از ایتریوم کمتره و امکان داره که بی ان بی در آینده تا حداقل تو این 5 ساله میتونه مثل ایتریوم 5-6-7 هزار دلار باشه. اوکی و جالبه که داره این اتفاق داره براش میفته. حالا نیکس برنش آخر ساله دوستان که من دارم پیش بینی میکنم دوباره 1 بیلیون دلار دیگه میخوان برن بکنم برای بی ان بی. حالا میبینیم در آینده چقدر میشه. حالا دیدم دیگه برای بلند مدت هست که به 1000 دلارش رو بزنه، بعد از 1000 دلارش میخوام 5000 تا بزنه هر موقع که سوپلایش 100 میلیون شد. حالا به الان بی ان بی که به چارت نگاه میکنیم که مثبت نیست، حالا در طول روز میتونه این اصلا کمپلیتلی بره تو سبز، اما به الان به روزانه دارم نگاه میکنم که میبینم که ادامه ریزش داره و حداقل که این خط یلوی من که سپورت پیدا میکنه که 460 تا هست امکان داره اینم بشونه و بریزه تا 450 تا. حالا این میتونه زودی عوض بشه چون هنوز 10 ساعت در روز مونده. سو اگه بدونی که بالای این خط 470 باشه بس اوکی. حالا در 10 ساعت روزانش هم میخواد نگاه کنی اگر همینجا ببنده تا فرداش هم میتونه به 450 تا برسه. حالا به 4 ساعت هم نگاه میکنم، حالا حتی به 400 نگاه میکنی شاید یه ریکاوری رالی داشته باشه از اینجا، اما من دارم به بلند مدت آخر روز دارم نگاه میکنم که کدوم دایرکشن داره براش میره. حالا میره برای آخرین کوین که ایدا هست، Steer to our hearts، کاری که ایدا کرده و دیدیم که ایدا همه تارگت های منو زد. اگه دوستان ویدیو قبل های یوتیوب هم دیدن تشریف بردن در بیتکوین بار، همه تارگت های منو زده و ریجکشن گرفت تقریبا از 1.64 okay. و الان تو یکی از این سپورت های نارنجی منه، اما بدونی که تو این 4 ساعته اگر همین جام ببنده تو این 2 ساعت دیگه unfortunately میریزه تا 1.24 دوباره. حالا 1.24 زودی اینجوری انجام نمیشه دوستان، حالا 12% باید ریزش بکنه، اما این اتفاق زودی نمیفته، حداقل 2-3 روز طول میکشه تا انقدر بریزه. اوکی سو بعد موزه باشیم برای ایدا. اما این پامپی که از ایدا آمده، از اکوسیستمی که ایجاد شده، از این توکن های خوب که دارن توش میسازن، ایدا لند، کارت ستارتر، WMT، AGIX، SDAO، همه این توکن ها دارن با پشتیبانی ایدا دارن میرن جلو که اگه ایدا رشد بکنه همه این توکن های دیگه هم رشد میکنن. حالا گفتیم که چه اتفاقی برای ایدا میشه و الان میبینید که اگه من زوم این کنم بالای خط نارنجی من هست، اما هر وقت زیرش هست 1.42. حالا باید مواظب باشیم که دوباره بر نگرده به این قیمت اینجا، چون اگه برگرده اگه خوب دقت کنین ببینین که اینجا میتونه یه هد اند شولدر بسازه، این که اگه بریزه اینجا دوباره یه باونس بک میکنه، بعد اون دیگه میشه یه هد اند شولدر، بعد اون دیگه بعد ببینیم چی میشه دیگه از این هد اند شولدر در آینده. حالا از هفته دیگه میتونیم بفهمیم که تو این پترن ماکرو چارتس چی میتونه اینجا بسازه. آرایت دوستان، اینم شد برای زوم امروز.